یقین بدانید هر کس در به آقال گوسفندان وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا رود او دزد و راهزن است، اما کسی که از در وارد شود شبان گوسفندان است. دروان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدایش را می شنوند. او گوسفندان خود را به نام می خواند و آنان را بیرون می برد. وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد خودش در جلوی آنها حرکت می کند و گوسفندان به دنبالش می روند، زیرا صدای او را می شناسند. به دنبال غریبه نمی روند بلکه از او می گریزند، زیرا صدای غریبه ها را نمی شناسند. عیسی این مثل را برای ایشان آورد ولی آنها مقصود او را نفهمیدند. پس عیسی بار دیگر گفت: یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. همه ی کسانی که قبل از من آمدن دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. من در هستم. هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می‌سازد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ می‌آید گوسفندان را می‌گذارد و فرار می‌کند. آنگاه گرگ به گله حمله می‌کند و گوسفندان را پراکنده می‌سازد. او می‌گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم. همانطور که پدر مرا می‌شناسد و من هم پدر را می‌شناسم، همچنین من گوسفندان خود را می‌شناسم و آنها هم مرا می‌شناسند. و جان خود را در راه گوسفندان فدا می‌سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند. باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به میل خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم که آن را باز به دست آورم. پدر این دستور را به من داده است. به خاطر این سخنان بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد. او دیو دارد. او دیوانه است. چرا به سخنان او گوش می دهید؟ کسی که دیو دارد نمی تواند اینطور سخن بگوید. آیا دیو می تواند چشمان کور را باز نماید؟